مخالفت 13 کشور عضو شورای امنیت با بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران. امشب از میهمانان برنامه می‌پرسیم با وجود مخالفت گسترده بین المللی آیا آمریکا می‌تواند حرفش را به کرسی بنشاند؟ همچنین در برنامه 60 دقیقه امشب دو ماه و نیم به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروزی احتمالی جو بایدن برای ایران به چه معناست؟ نیشکر هفت‌تپه در آستانه 70مین روز اعتصاب. کارگران پالایشگاه‌های 24 شهر ایران هم 3 هفته است که دست از کار کشیدند. تلاش برای نجات جان رهبر مخالفان پوتین الکسی ناوالنی برای مداوا از روسیه به آلمان منتقل شد. از تبدیل کلیساها به مسجد تا اکتشاف گاز در آب‌های مورد اختلاف، سیاست خارجی اردوغان ترکیه را به کجا می‌برد؟ شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. آمریکا میگوید دنیا بخواهد یا نخواهد ظرف 30 روز تحریم‌های پیشین از سازمان ملل متحد علیه ایران باز می‌گردند. تحریم‌هایی که قبلا در 6 قطعنامه پشت سر هم علیه ایران وضع شده بود، از جمله 15 عضو دائم و غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد. 13 عضوان البته گفتند که با آمریکا همراه نیستند، ولی وزیر خارجه آمریکا میگوید ما از کسی اجازه نمیگیریم. این تحریم‌ها با به نتیجه رسیدن برجام لغو شده بود. البته همین آمریکای منزوی در مقابله با ایران توانی بسیار دارد. این توان به اندازه‌ای هست که کاخ سفید موضع خود را بر دیگران دیکته کند، مثلا چین و روسیه چه می‌کنند یا فرانسه، بریتانیا و آلمان. اگر هم تحریم‌ها برگردد چقدر وضعیت برای ایران دشوارتر می‌شود؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از کسرا ناجی. وزیر خارجه آمریکا پنجشنبه کمی بعد از فعال کردن مکانیزمی در قطعنامه 2231 سازمان ملل برای برگرداندن تحریم‌ها علیه ایران، اما تنها 24 ساعت بعد خبرگزاری رویترز گزارش داد که 13 عضو از 15 عضو شورای امنیت در نامه‌ای به رئیس شورا نوشتند که به اعتقاد آنها آمریکا با خروج از توافق هسته‌ای بیش از 2 سال پیش دیگر نمی‌تواند از مزایای آن برخوردار شود و این مکانیزم را فعال کند. حتی 3 قدرت اروپایی هم پیمانان آمریکا هم از اقدام آمریکا حمایت نکردند. نشانه دیگری از انزوای آمریکا در این تلاشش برای از میان برداشتن توافق هسته‌ای. فعال کردن آنچه در قطعنامه 2231 مکانیزم ماشه معروف شده از سوی آمریکا و مخالفت تقریبا همه اعضای باقی مانده شورای امنیت، این شورا را در موقعیتی قرار داده که سابقه ندارد. علی‌رغم مخالفت‌ها، آمریکا همچنان ادعا دارد که 4 هفته دیگر بر اساس ماده‌های 11 و 12 قطعنامه تحریم‌ها به طور خودکار برمی‌گردند. تحریم‌های بین‌المللی که آمریکا می‌خواهد آن را برگرداند تحریم‌های سازمان ملل هستند. در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران در سال‌های قبل از توافق هسته‌ای، 6 قطعنامه، قطعنامه 1696 که خواهان توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران شد، قطعنامه 1737 که شروع تحریم‌ها بود، قطعنامه 1747 که علاوه بر تحریم‌های بیشتر ایران را تحریم تسلیحاتی هم کرد، قطعنامه 1803 که تحت فصل 7 منشور سازمان ملل تصویب شد و ایران را از توسعه برنامه هسته‌ای‌اش منع کرد، قطعنامه 1835 تحریم‌های بیشتر بعد از آنکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران به شورای امنیت شکایت برد، و قطعنامه 1929 4مین دور تحریم‌ها در چارچوب ماده 41 فصل 7 منشور سازمان ملل که به جامعه جهانی اجازه استفاده از زور می‌دهد برای جلوگیری از تهدید به صلح جهانی. در این شرایط است که اعلام شده مدیر کل آژانس قرار است دوشنبه به تهران برود برای پیگیری قطعنامه 2 ماه پیش آژانس که از ایران خواست فوراً به بازرسان آژانس اجازه بازدید از 2 سایت مشکوک بدهد، چیزی که ایران ماهاست از آن طفره می رود. رافائل ماریانو گروسی گفته است که می خواهد به تهران برود تا اهمیت همکاری های ایران را شخصاً با مقام های ایران در میان بگذارد.
او گفته است امیدوار است مسائل همکاری های ایران با آژانس و به خصوص دسترسی بازرسان به سایت های مورد نظرشان را حل و فصل کند. قطعنامه اخیر آژانس از ایران خواسته است که فوراً به بازرسان این آژانس اجازه بازدید از دو سایت و از جمله این نقطه را بدهد. در 24 کیلومتری شمال شهر آباده که تصاویر ماهواره‌ای حاکی از فعالیت‌هایی است که ایران آن را اعلام نکرده. فعالیت‌هایی که ممکن است به 17 سال پیش برگردد. روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن گزارش کرده است که ایران با بازرسی از اینجا موافقت کرده، به شرط آنکه با این بازرسی پرونده فعالیت‌های گذشته ایران برای همیشه بسته شود. سفر مدیر کل آژانس درست یک هفته قبل از جلسه بعدی کمیسیون مشترک برجام صورت می‌گیرد که قرار است روز 11 شهریور اول سپتامبر در وین جلسه داشته باشد. برای بررسی به موارد نقض برجام از طرف ایران و شکایت‌های ایران در مورد عمل نکردن اعضای دیگر به خصوص اروپایی‌ها به تعهداتشان. جلسه مهم در شرایطی که عدم همکاری ایران با آژانس و نقض تعهداتش در برجام از جمله دلایلی است که آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل به دنبال برگرداندن تحریم‌ها علیه ایران است. 20 سال بعد از شروعش برنامه هسته‌ای ایران همچنان برای ایران هزینه می‌سازد. کسرا نجی، بی بی سی. سعید محمودی، استاد حقوق بین المللی دانشگاه استکهلم سوئد، از همین شهر با ما هستن. آقای محمودی، آیا راه حقوقی باید طی بشه یا همین که آمریکا گفت به صورت یک جانبه میره تحریم ها رو برمیگردونه و این کار انجام میشه؟ با توجه به مسائلی که در دو روز گذشته اتفاق افتاده، یعنی همون نامه هایی که اعضای شورای امنیت در پاسخ رئیس شورای امنیت نوشتند در مورد اعلامی ایالات متحده، به نظر من راه‌های حقوقی این مسئله بسته شده. علت این موضوع هم این است که وقتی یک عضو شورای امنیت موضوعی رو محول میکنه به شورای امنیت و در واقع تقاضاش این است که به اون موضوع در داخل شورا رسیدگی بشه، باید این موضوع در دستور کار شورا قرار بگیره. این اقدام اوله. برداشت من با توجه به نامه هایی که اومده و به خصوص تاکید میکنم روی نامه ای که سه کشور متحد امریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان نوشتن و به نظر من یک نامه بی سابقه است از نظر حقوقی، زبان بسیار قوی به کار بردند، هیچ جای تردید نذاشتند که به هیچ عنوان موافق نظر امریکا نیستند. با توجه به این نامه و نامه‌های دیگه از جمله نامه روسیه و چین، به نظر من علل اصول این خواسته امریکا حتی در دستور کار شورای امنیت هم نمیتونه قرار بگیره برای بحث کردن و به همین دلیل موضوع این که طرح قطعنامه ای اونجوری که امریکا میخواد و در ماده 11 قطعنامه 2231 پیش بینی شده ظرف 10 روز باید یه طرح قطعنامه ای داده بشه، اگر ظرف 10 روز هیچ دولتی طرح قطعنامه نداد، رئیس شورای امنیت باید خودش موظف یه طرح قطعنامه بده و نهایتاً ظرف 30 روز از تاریخ در واقع ارائه اعلامیه امریکا در این مورد قطعنامه باید به رأی گذاشته بشه و تکلیفش روشن بشه. هیچ کدوم از این مراحل الان با توجه به این تحولات که پیش اومده امکان عملیش وجود نداره و بنابراین میشه گفت که خواسته امریکا برای بازگردوندن تحریم‌ها تنها باید خارج از شورای امنیت بررسی بشه. یعنی هیچ جلسه قرار نیست تشکیل بشه با توجه به برداشتی که شما از این نامه ها دارید، هیچ بحثی در نخواهد گرفت و در حقیقت آمریکا از همین الان دستش از شورای امنیت کوتاه شده؟ به نظر من اولین سوالی که برام پیش اومد همین مسئله بود. وقتی نامه این سه کشور رو به خصوص خوندم و خیلی هم متعجب شدم از زبان قویش، این بود که اگر دو اصلا سابقه ای داره، اولا که سابقه داره که مثلا یه دولتی، اتفاقا اولین موردی که پیش اومد دولت ایران بود در 1946، در مارس 26 مارس 1946
همون زمانی که اتحاد جماهیر شوروی نمیخواست ایران رو ترک بکنه بعد از جنگ جهانی دوم، ایران به شورای امنیت شکایت کرد. روسیه یا اتحاد جماهیر شوروی نظرش این بود که اصلا اعلامیه یا خواسته ایران رو نباید در دستور کار شورا قرار بدن و بحث شد و نهایتا تصمیم گرفتند اعضای شورا، در واقع رأی دادن که چرا باید این موضوع رو میشه در دستور کار قرار داد. از اون به بعدم بارها پیش اومده که به جهات مختلف سیاسی پاره از اعضا مخالف یا موافق اینا که این موضوعی اصلا در دستور کار شورا قرار بگیره. به نظر من الان ما در اون وضع قرار گرفتیم، وقتی تقریبا همه اعضا یعنی 13 عضو نظرشون این است که حرف امریکا بی‌پایه است و کشوری نیست که بتونه بر اساس قطعنامه 2231 علال اصول این موضوع رو مطرح بکنه، ممکن است امریکا اصرار بکنه که نه من این حق رو دارم چون اسمم در اون قطعنامه هست و این 13 کشور بگن نه شما حق ندارید. در این صورت باید این موضوع، خود این موضوع به رأی گذاشته بشه و با توجه به اثر نظری که شده از سوی این 13 کشور، به نظر من نتیجه این رأی گیری از همین الان روشنه که اصلا این موضوع به بررسی شورای امنیت نخواهد رسید. الان از نظر شما آنچه که روسیه و چین کردند کافیه یا اینکه مثلا اونها میتونن یک کار دیگه ای هم بکنند، اقدامات دیگه ای بکنند که بلکه مثلا تعبیر بشه به اینکه آمریکا رو ناکام بگذارند از گام احتمالی که میخواد برداره؟ هم روسیه و چین هم به خصوص کشور اروپایی اینها احتمال این داره که بخوان از طریق دیپلماتیک و همطور که عرض کردم خارج از چارچوب این مکانیسم معاشه و شورای امنیت با امریکا بحث بکنن، صحبت بکنن و سعی کنن یه جوری این مسئله رو حلش بکنن. ولی تا اونجایی که من میبینم هیچ راه حل در واقع چک و چونه زدن که همیشه هست، در خیلی پیچیده است ولی هست، مثلا اینکه رئیس شورای امنیت همیشه این حق و قدرت رو داره که اجازه بده یک پیشنهاد یا یک طرح قطعنامه در واقع فرستاده بشه به اعضا برای بررسی و برای رأی دادن، یا اینکه بگه نه من اصلا این کار نمی کنم، تشخیصم این است که این پیشنهادی شده بی‌معنی است و بارها این اتفاق افتاده. من اول قبل از این دیدن این نامه‌های اخیر فکر می‌کردم که کار به اونجا خواهد کشید و علت اینم که امریکا الان این مسئله رو مطرح کرده این است که انتظار داره ظرف 10 روز از حالا، از پیروز ظرف 10 روز قطعنامه‌ای پیشنهادش داده بشه و اگر نشود بلافاصله باید رئیس شورای امنیت بر اساس همون ماده 11 قطعنامه 2231 موظف است که خودش طرح قطعنامه رو بده و چون 10 روز دیگه نوبت کشور نیجره که رئیس شورای امنیت بشه و کشور نیجر در مقابل اندونزی به هر حال کشور ضعیف‌تری از نظر سیاسی و ممکنه مورد فشار امریکا قرار بگیره و ممکن است امریکا حساب کرده که در طول اون مدت که نیجر رئیس شورای امنیت بتونه فشار بیاره و این قطعنامه رو به رأی بذاره، برای اینکه به هر قیمتی میخوان این کار به اکتبر نکشه. در ماه اکتبر روسیه در واقع رئیس شورای امنیت و تقریبا غیر ممکنه دیگه در اون مورد. ولی با توجه هم تو که عرض کردم با توجه به این نامه های دیروز اصلا تمام این مسائل به کنار میره و اصل این موضوع که در واقع پیشنهاد امریکا، اعلامیه امریکا به عنوان یه موضوع مطرح بشه در شورای امنیت، به نظر من تقریبا حل شده است و عملی نیستش با جهتگیری که دولت ها کردن. بسیار ممنونم. من سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم سوئد. اما مارک فیتز پاتریک، کارشناس مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک، رو از واشنگتن داریم. آقای فیتز پاتریک، شما در مورد موقعیت آمریکا چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که آمریکا به خاطر خروج از برجام الان در موقعیتی قرار گرفته که در شورای امنیت شانسی نداره؟ ا
Yes, the United States certainly is. بله، ایالات متحده قطعا الان در یک موقعیت بغرنجی هست، برای اینکه 13 عضو از 15 عضو با موقعیت اون موضع اون مخالفت کردن و خب یک مانورهای تاکتیکی است که برخی دیگر از کشورهای عضو میتونن انجام بدن برای اینکه آمریکا رو متوقف کنن از اینکه مکانیزم مارشه یا اسنپ بک رو به اصطلاح به سرانجام برسونه. اما در نهایت آمریکا اعلام خواهد کرد که طبق درک خودش تحریم های سازمان ملل بازگشتن و اون وقت سعی خواهد کرد که فشار مالی بیاره روی کمپانی های سراسر جهان که از این درک آمریکا از بازگشت تحریم ها بهش تن در بدن. بنابراین دیگران بعد مخالف خواهند بود، ولی خب این آشوبی که در شورای امنیت خواهد بود در نهایت اعتبار شورای امنیت رو تضعیف خواهد کرد. اما خب پرزیدنت ترامپ موفق خواهد شد که این کار رو یک جانبه به پیش ببره. آیا آمریکا در پس با این حساب از نظر شما آمریکا در این موقعیت اقتصادی و سیاسی هست که نظر خودش رو بر کشورهای دیگه اروپایی ها، چین و روسیه دیکته کنه؟ That's what the United States is hoping. این دقیقاً چیزی که آمریکا امیدشو داره که بتونه از توان اقتصادی خودش بهره ببره. حالا اینکه دیگر کشورها تن خواهند داد یا نه، این رو من نمیدونم. آیا روسیه و چین مخهور و مرعوب آمریکا خواهند شد که مثلا سلاح به ایران نفروشند؟ من فکر نمی کنم چنین کشورهایی در حد کشوری مرعوب بشن، اما کمپانی هایی، شرکت هایی که باید به آمریکا مثلا چیزی صادر کنن، خب فکرش رو خواهند کرد و نگرانش رو خواهند داشت. بنابراین در نهایت آمریکا یک تأثیری خواهد داشت، اما این تأثیر خیلی بیش از اون چیزی که همین الان شاهدش هستیم نخواهد بود، چرا که آمریکا همین الان انقدر تحریم بر علیه ایران در خارج از حتی قلمرو خودش وضع کرده و موجب شده که نمیتونه تفاوت خیلی بیشتری ایجاد کنه. شما فکر میکردید که دولت آقای ترامپ به این شکل بخواد بر مکانیزم ماشه تأکید بکنه؟ بله، من فکر میکنم مدت ها بود که این برنامه دولت ترامپ شده بود. دولت ترامپ در ابتدا اصرار داشت که میخواد که برجام رو نابود کنه، ولی خب موفق نشدن بعد 3.5 سال، و اگر بتونن که با مکانیزم ماشه تحریم ها رو دوباره برگردونن، فکر میکنن که در عمل برجام رو نابود خواهند کرد. و خب البته این بستگی داره به واکنش ایران. اگر ایران به بقیه دنیا ملحق بشه و بگه نه شما تحریم ها رو برنگردوندین، اون وقت خب ایالات متحده موفق نخواهد بود. اما این آخرین تلاش دولت ترامپ هست برای اینکه برجام رو به طور کامل نابود کنه. از طرفی هم قرار مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران سفر بکنه. در این میان، در این گیروداری که مسئله شورای امنیت مطرحه، مسئله استفاده از مکانیزم ماشه مطرحه، این سفر چقدر اهمیت داره؟ فکر میکنم خیلی مهم باشه به خودی خود، صرف نظر از این درامی که در نیویورک شاهدش خواهیم بود، برای اینکه یک نقطه کلیدی است در یک بحث ادامه دار دیرپا که راجب فهمیدن و درک فعالیت‌های گذشته ایران هست در زمینه هسته. ایران در موقعیت بغرنجی است برای اینکه آژانس شواهد خیلی قوی داره درباره فعالیت‌هایی که ایران در گذشته انجام داده و شواهد جدیدی هم داره، و طبق قوانین آژانس ایران وظیفه داره که به بازرسانمون اجازه دسترسی بده. و خب این هوشمندانه است از جانب ایران اینکه آقای گروسی رو دعوت کرده که از ایران بازدید کنه، برای اینکه میخواد به اون کسانی که در نیویورک هستن و میخوان که با آمریکا مخالفت کنن، میخواد به اونا نشون بده که اونا بتونن به آمریکا بگن که ببین ایران داره با وین، داره با آژانس همکاری میکنه، بنابراین خیلی بهش فشار نیاریم. و در نهایت اگر آژانس نتونه
تایید بکنه اگر آژانس موضع ایران رو موضع درستی تلقی نکنه، در اون صورت چه پیامدی برای ایران خواهد داشت؟ Well, that's going to be very difficult. خب این خیلی دشوار خواهد بود برای ایران. اگر که آژانس احساس کنه که ایران باهاش همکاری نمی‌کنه، اون وقت آژانس به یافته‌هایی خواهد رسید که به موجب اونها ایران در واقع همکاری نکرده و پایبند نبوده به تعهدات خودش. بنابراین اون رو هم باید ببره به شورای امنیت سازمان ملل و اون وقت یک دلیل دیگری خواهد بود برای شورای امنیت که تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کنه. من نمی‌دونم که آیا این کار خواهند کرد یا نه، ولی خب باز یه بحث دیگری بود درباره ایران که به شورای امنیت خواهد بود. بنابراین به نفع ایرانه که همکاری کنه با آژانس تا این قضیه به شورای امنیت ارجاع داده نشه. اما خب مشکل اینجاست که اگر که کاملا بخوان همکاری کنن، اون وقت همکاری کامل ایران به ادله منجر خواهد شد که به موجب اون ایران در گذشته پنهانکاری کرده و اون وقت اون هم به ایران کمکی نخواهد کرد. ممنونم از مارک فیتزپاتریک، کارشناس مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک از واشنگتن. حمله به توافق هسته ایران و شش قدرت جهانی یکی از محورهای شعارهای انتخاباتی دونالد ترامپ در رقابت‌های 4 سال پیش بود، چون که گفتیم او به وعده‌اش عمل کرد و از توافق خارج شد و تحریم‌های یک جانبه آمریکا را علیه ایران بازگرداند. حالا که 2.5 ماه تا پایان ماراتن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مانده، اگر دموکرات‌ها پیروز شوند و جو بایدن به کاخ سفید برود چه می‌شود؟ چه چیز در انتظار روابط ایران و آمریکا خواهد بود؟ برجام چه می‌شود؟ و انتقادهای تهران و واشنگتن از همدیگر به کجا می‌رسد؟ هادی نیلی از واشنگتن گزارش می‌دهد. خسی درباره نحوه طرف شدن با ایران در صورت پیروزی نامزدش داده. تضمین عدم سیاست تغییر حکومت، کاهش تنش‌ها، بازگشت دو جانبه به برجام، بست محدودیت‌های هسته‌ای و پرداختن به دیگر نگرانی‌ها از جمله موشک، فعالیت منطقه‌ای و سرکوب داخلی. یاسمین طائب از نمایندگان ایالت ویرجینیا در گرد همایی حزب دموکرات کسی بود که پیشنهاد داد بازگشت به برجام به برنامه‌های انتخاباتی حزب دموکرات افزوده شود، با تشویق گروه‌های حامی برجام در آمریکا مانند نایاک. در فوریه 2019 یک سال و نیم پیش قطعنامه‌ای به کمیته ملی حزب دموکرات پیشنهاد دادم که از آمریکا می‌خواست به توافق هسته‌ای برگرده. این قطعنامه و بقیه وعده‌های حزب به معنی حقوقی الزام‌آور نیست، ولی به عنوان پایه‌ای برای سیاست‌گذاری‌های دولت بعدی اگر نامزد حزب پیروز بشه در نظر گرفته میشه. روی کرده حزب دموکرات اینه که سیاست آمریکا در منطقه طوری باشه که خطر تعارض و بحران رو رفع کنه، نه که تشدید کنه. تلاش کنه که بر فراز اختلافهای منطقه‌ای پل بزنه، نه که وخیم‌ترشون کنه. برخی حامیان برجام که در این حال خواستار شدت عمل در قبال تهران بودند ولی حالا هم منتقد سیاست دونالد ترامپ درباره ایران هستند، میگویند در این اوضاع اگر جو بایدن به ریاست جمهوری برسد و بخواهد به برجام برگردد هم دست پری دارد. از جمله این مقام ارشد در دولت اوباما که بعد رئیس نهاد غیر دولتی اتحاد علیه ایران هسته‌ای شد برای افزایش فشار بر تهران، اما بعدتر که برجام سر گرفت از ریاست این مؤسسه کناره گرفت و از توافق حمایت کرد. بایدن در یک موقعیت خیلی قدرتمند وارد کاخ سفید میشه. از نظر تحریم‌های اقتصادی که ترامپ در جریان تلاش ناکامش برای مجبور کردن ایران به مذاکره برای یک توافق جامع‌تر بر ایران تحمیل کرده. بایدن گفته که به توافق برمیگرده اگه ایران بخواد رعایت تعهداتش در برجام را از سر بگیره. و بعد بایدن میخواد از این مرحله به عنوان یک پایه برای آغاز مذاکرات یک توافق گسترده‌تر استفاده کنه. توافقی که میتونه شامل عناصری باشه که محدودیت‌های هسته‌ای بیشتری در مقایسه با برجام اصلی داشته باشه. محدودیت‌های موشک‌های بالستیک رو هم اضافه کنه و شاید به رفتار ایران در منطقه هم بپردازه. به نظرم از این نقطه بایدن موضع قوی در مذاکره خواهد داشت. دونالد ترامپ با وعده اول آمریکا بیشتر و بیشتر ساز مخالف با نهادهای بین‌المللی نواخت.
خیلی از ناظران معتقدند محور اصلی تفاوت سیاست خارجی دولت احتمالی جو بایدن در اولویت دادن او به همکاری‌های چند جانبه بین المللی به خصوص با همپیمانان سنتی آمریکا در اروپا خواهد بود. Vice President Biden has noted time and again that he's going to put the transatlantic. جو بایدن بارها اشاره کرده که روابط آمریکا با کشورهای اروپایی را در صدر سیاست خارجیش قرار میده. این یک تمایز بزرگ با سیاست خارجی که دونالد ترامپ تا حالا داشته. او خیلی به ائتلاف‌ها بدبین و به طور خاص درباره روابط با اروپا و این نقش خیلی عمده‌ای در شکل دادن به سیاست او در قبال ایران داشته. وقتی داشت به ترک برجام فکر می‌کرد، همپیمانان اروپایی آمریکا گفتند که توافق رو ترک نکنه، بلکه بر اساس اون به مسائل دیگه بپردازه که دغدغه آمریکاست، که خب البته اینطور عمل نکرد. ولی میدونیم که بایدن خیلی بیشتر به رایزنی و همکاری نزدیک با اروپایی ها درباره ایران تمایل داره تا اجماعی رو که قبلا در دوره دولت اوباما بین آمریکا و اروپا وجود داشت دوباره بسازه. تغییر جهتی که منتقدان سیاست کنونی دونالد ترامپ امیدوارند اروپا مشتاقانه از آن استقبال کند و همین قدرت آمریکا را بیشتر کند. اما اگر جو بایدن به ریاست جمهوری برسد و اگر دو طرف به سمت کاهش تنش‌ها بروند، چقدر طول می‌کشد این تنش‌ها دست کم به قبل از دولت ترامپ برگردد؟ فراتر از اینکه آمریکا و ایران به جای برجام برگردند، جزئیات بیشتری نمی‌دونیم. چون واقعاً نمیشه مطمئن بود که اگه جو بایدن رئیس جمهور بشه، در ماه ژانویه با چه جور دنیایی و چه چشم‌انداز امنیتی روبرو خواهیم بود. اگه به رخدادهای یک سال اخیر نگاه کنیم، خیلی از اون چه رخ داده کاملاً غیر قابل پیش‌بینی بوده. واقعاً نمی‌دونیم ژانویه 2021 دنیا چه شکلی خواهد بود. برای دونالد ترامپ حمله به برجام بخشی از تلاش برای خونسا کردن برنامه‌های باراک اوباما بود. حالا دموکرات‌ها محور کارزار انتخاباتیشان را بر تلاش بر یک دوره‌ای کردن ریاست جمهوری دونالد ترامپ متمرکز کردند. بازی برعکس شده. کاهش تنش‌ها با ایران و قدم برداشتن برای بازگشت به برجام بخشی از وعده جو بایدن برای خونسا کردن دوره دونالد ترامپ است. هادی نیلی، بی بی سی، واشنگتن. 44 وکیل دادگستری ایرانی با انتشار نامه ای از نسرین ستوده و دیگر زندانیان سیاسی که در ایران اعتصاب قضا کردند خواستند سلامت خود را به خطر نیندازند. آنها گفتند که درخواست آزادی زندانیان سیاسی و رفع محرومیت سایر زندانیان از حق آزادی مشروط و مرخصی های متناسب با شرایط بحرانی کرونا خواسته انسانی و قانونی است، اما مسئولان گوش شنوایی برای شنیدن صدای حق طلبی این زندانیان ندارند و آنها نباید سلامت خود را به خطر بیندازند. نسرین ستوده که وکیل و فعال حقوق بشر است، از حدود 10 روز پیش در زندان اوین اعتصاب قضا کرده و عده‌ای از زندانیان دیگر هم با او همراه شدند. سعید دهقان وکیل دادگستری و از امضا کنندگان نامه با ماست. آقای دهقان، اشاره شد که مدتی است الان از اعتصاب قضای خانم ستوده میگذره و تعدادی دیگر، چه آیا اطلاعاتی از وضعیت ایشون دارید؟ وقت بخیر. بله، ما قبل از تنظیم و امضای این بیانیه در آخرین وضعیت ایشون رو با همسرشون جناب آقای خندان هم چک کردیم. متاسفانه حال و اوضاع خوبی ندارن، هم ایشون و هم بعضی دیگر زندانیانی که دست به اعتصاب قضا زدن. البته تمام این مباحثی که مطرح میشه در رابطه با یه جامعه هدف دیگری هست. بسیاری از زندانیانی که شناخته نشدن، شناخته نمیشن، صداشون کمتر شنیده میشه، اونها هم دست به اعتصاب زدن، یا زندانیانی هستن که مشمول آزادی مشروط یا مرخصی هستند اما از این حق محروم هم. برای این اصل اعتصاب قضا برای خانم ستوده و بعضی دوستان مشابه ایشون که سالیان طولانی به حال در زندان بودند و وضعیت زیادی رو دیدن، شاید اونقدر مهم نباشه که اون جامعه هدف مهم هست که صداشون شنیده نمیشه. به نوعی در بیانیه اشاره میشه که مسئولان گوش شنوایی ندارند. به معنای این است که شما از اجرای عدالت ناامید هستید؟ طبیعتا هنوز نمیشه گفت ما ناامیدیم، با توجه به اینکه در روزهای آغازین وقت بحران کرونا مقامات مسئول اقدامات نسبتا قابل دفاعی انجام دادن و ما همچنان امیدوار هستیم که این در واقع روند ادامه داشته باشه، بدون تبعیض، با قدرت قانون اجرا بشه و عدالت. طبیعتا بحث ما از تبعیض هم جایی هست که یه مقداری زندانیان سیاسی عقیدتی و فعالان مدنی کمتر در مورد
این بحران بهشون توجه شده یا توجه میشه و اون آماری که از مرخصی یا آزادی مشروط صحبت میشه گاهی وقتا آمار خوب و قابل توجهی هم هست، اما انگار مشمول این دوستان نمیشه. در واقع از خانم ستوده و سایر فعالان مدنی هست، در واقع میشه گفتش که درخواست یا به نوعی مخاطب اصلی ما مقامات مسئول هستند که باید به این توجه کنند. ما هنوز ناامید نیستیم و توجه داشته باشید که بحث مسئولیت زندانیان، مسئولیت سلامت و جان زندانیان در همه جای دنیا، فرقی هم بین کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه نیست، در همه جا با مقامات مسئول و حکومت هست. بله، اعتصاب قضا دشوار، سخت، شما هم اشاره کردید، گفتید که هدفتون هم این هست که اونها توجه بکنن، ولی اگر خود متهمان، زندانیان، کسانی که اونجا هستند همین گزینه رو هم نداشته باشن، واقعا راهی غیر دیگه‌ای برای تحت فشار گذاشتن مقام هایی که شما اشاره کردید توجه نمی کنن به حال اونها وجود داره؟ ببینید، از یه جایی به بعد دیگه مسئولیت با افکار عمومی هست و فعالان مدنی، حالا در این تا ما وکلای دادگستری که به خاطر ارتباطی که با موکلامون داریم هم میدونیم داخل زندان چه خبره، هم محدودیت های دوستان در زندان رو میدونیم و درک میکنیم که شرایط سخت هست و احترام میذاریم به نظرشون و تصمیمشون. منظور ما از طرح این خواسته این هست که به هر حال ما به عنوان وکلایی که در رابطه حقوق بشر داریم فعالیت میکنیم، نقطه آغازین یا مهمترین بخش حق حیات هست و این موضوعی نیست که البته ما به این دوستان بگیم، خودشون آگاه هستن. مهم اینه که ما بهشون تاکید کنیم که صدای شما شنیده شده و همونجوری که عرض کردم مخاطب اصلی بیانیه‌های از این دست در واقع مقامات مسئول حکومت هستن. راه دیگری هم این هست که تا جایی که به سلامت آسیب نزنه و جانشون در خطر نیفته، صداشون که از اینجا شنیده شد به بعد اجازه بدن که هم مقامات یه مقدار بررسی کنن، هم صدای باقی فعالان مدنی رو هم در واقع بشنوند، شاید تصمیم گیری بهتر و فوری رو انجام بدن. 14 متهم پرونده موسوم به 77 نفر هم حکم گرفتند، از وضعیت پرونده اونها اطلاعی دارید؟ واقعیتش اینه که در مورد خود این بحث، البته من با بعضی از همکارانی که در این پرونده وکالتشون داشتن، وکالت این دوستان رو، صحبت میکردم، برای ما خیلی جالبه. ببینید، ما در مورد پرونده صحبت میکنیم در مورد برای این که طبیعتا اونها اعتراض دارن به روند برخورد با معترضان. خب خود اعتراض از سوی مردم مطابق با قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و به این اون اعتراض قانونیه. روند اعتراض این دوستان به شیوه برخورد با معترضان دیگه به هیچ وجه رفتار غیر قانونی نیست، چون ابزاری به جز قلم و نوشتن بیانیه و اعتراض نداشتن. از طرفی در این پرونده قائل به تفکیک شدن و بخشی از یا بعضی از این اعضا و دوستان امضا کننده براءت گرفتند. و ما معتقد هستیم که در واقع همه باید تبرئه می شدند، به این دلیل که ما دو تا حالت بیشتر نداریم: یا ادعامون درست هست که ما زندانی سیاسی نداریم یا نیست. اگر واقعا زندانی سیاسی نداریم، یعنی معتقد هستیم که نیست، خب این اعتراض بنابر قانون اساسی یک روند قانونی رو شکل داده و اعتراضی که به یک شیوه غیرقانونی داره اعلام میشه از طریق مسالمت آمیز با قلم و بیانیه. به طور طبیعی ما نمیتونیم یک ادعایی بکنیم که زندانی سیاسی نداریم، اما چون ادعا رو کردیم بیایم این افراد در دادگاه انقلاب در واقع بدون حضور هیئت منصفه و در دادگاه غیر علنی به پروندهشون رسیدگی کنیم. من مطلع هستم که همکاران ما این اعتراض قانونی رو مطرح کردن، اما به این اعتراض توجه نشده. البته این یک قدم نسبتا مثبت است که تعدادی از امضا کنندگان به درستی براءت گرفتند، اما اگر توجه داشته باشیم به محکومیت مثلا به طور مشخص آقای محمودیان، خب ایشون به چی اعتراض کرد؟ چرا باید 5 سال حکم بگیره؟ اگر اقدام در واقع، ما الان بحث جبران خسارت در بحث شلیک هواپیما رو داریم، خب یک نفر شمع روشن کرد، کسی که جبران خسارت رو مطرح میکنیم در چه مقطعی داریم مطرح میکنیم؟ یعنی این اقدام صورت گرفته، آیا از اون بابت کسی محکوم شده که معترضان به یک اقدام که دقیقاً یک اعتراض مدنی، حالا مثل شمع یا بیانیه هست، بخوان محکوم بشن؟ این روند رو در واقع ما در یک پروسه کاملا
به نظر ما غیر قانونی هست، اعتراض به صلاحیت دادگاه هم چون بهش تفصیل نشده به نوعی در واقع باید بگیم که بس بیشتر سیاسی بود تا حقوقی. بسیار ممنونم از سعید دهقان وکیل دادگستری. کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در استان خوزستان ایران در آستانه 70مین روز اعتصاب خود هستند. خواسته آنها لغو خصوصی سازی و پرداخت حقوق و مزایای معوق است. همزمان کارگران راهن و واحدهای کرج، کردان، هشتگرد، زیاران هم در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان در اعتصاب غذا هستند. منابع کارگری گزارش دادند که کارگران پالایشگاه‌های نفت، گاز و پتروشیمی هم در 24 شهر مختلف ایران از سه هفته پیش دست از کار کشیدند. بهروز فراهانی عضو همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران فرانسه از پاریس با ما هستند. آقای فراهانی، اعتصاب قضا به این مدت به معنای تعطیلی کارخانه نیست واقعا؟ با سلام به شما و بینندگانتون. نه، ببینید ما 21مین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت و پتروشیمی و نیروگاه برق داریم. این به این معنی نیست که اینها کاملا کار رو خوابوندن. اگر همش اتفاق می افتاد برق در بسیار از شهرهای ایران کاملا قطع می شد مثلا، یا سوخت، مشکل سوخت می اومد و ما الان صفهای طویل رو داشتیم. مسئله اینجاست که اینها حالت جنگ و گریز رو دارن انتخاب میکنن. هوشیاری بسیار بالایی رو کارگران ایران از خودشون دارن نشون میدن. حالت نیمه تعطیل، کمکاری یا کار نکردن و بس نشینی، بسته به توازن قوایی که در هر محل دارن تصمیمی رو میگیرن برای پیشرفت کارشون. و از این زاویه است که ما می‌بینیم میتونن 21 روز این اعتصاب رو ادامه بدن. و همین الان که من و شما با هم صحبت می‌کنیم، آخرین خبری که روی تلکس خبری بود، کارگران شرکت لادن بهشهر هم اعتصاب کردن و می‌خوان که پیمانکارا رو بندازن بیرون. پرستاران بیمارستان اصفهان مقابل استانداری تظاهرات کردن. بازنشستگان وزارت نفت و جانبازان اومدن و کارگران شهرداری لالی برای درخواست پرداخت، خوب گوش کنید، 11 ماه حقوق عقب مونده خودشون به خیابون اومدن. یعنی الان در تمام ایران در همه جا اینجوری که آمار میگن 55 مرکز در 24 شهر و در 12 استان ما این تظاهرات و اعتراضات کارگری داریم که امری بی سابقه در 4 دهه‌ای که از عمر جمهوری اسلامی میگذره. مدت هاست که بحث کارگران نیشکر هفت‌تپه، اعتصابشون، اعتراضشون مطرحه. در تمام این مدت آیا هیچ توجهی شده که واقعا به دست کم بخشی از خواسته های کارگران توجه بشه؟ ما با اعتراضاتی که توی شرکت نیشکر هفت‌تپه داشتیم، پرداخت های گاه به گاه حقوق خودشون رو داشتن، پس گرفتن حقوق هایی که نبوده، بر برخی موارد برگشت بعضی از کارگران اخراجی بوده حتی به طور موقت، و به خصوص آزاد شدن رفقاشون که دستگیر شده بودند. و اینها پیروزی های نسبی و جزئی است. ولی اتفاقا مثال بارزی که الان ما باید واقعا روش تمرکز کنیم و راجع به صحبت بکنیم همین اعتصاب شرکت نیشکر هفت‌تپه است که همونجوری که شما گفتید فردا 70مین روز این اعتصاب است که در تاریخ جمهوری اسلامی، که نه در تاریخ معاصر ایران، این اعتصاب بی سابقه است. این سومین موج اعتصابات و اعتراضات کارگری شرکت هفت‌تپه است که کاملا تبدیل شده به یک مورد نمونه‌واری که تمام تضادها و تناقض‌های جمهوری اسلامی رو با خودش داره. توجه داشته باشیم که این اعتصابات که از 1384 شروع شد، یعنی اولین موج هایی که بود برای خصوصی سازی، در اعتراض به مدیریت دولتی و بعد در اعتراض به مدیریت خصوصی و غیره ادامه پیدا کرد. و این رو با هیچ چیزی نمیشه به تحریم های آمریکا یا رابطه روابط خارجی جمهوری اسلامی مربوط کرد. این دقیقا نتیجه سیاست های اقتصادی جمهوری اسلامی است. این چیزی است که ما شاهد این هستیم که اوج اعتراضاتی که شروع شد وقتی بود که در دوران آقای محمود احمدی نژاد تعرفه‌های گمرکی روی شکر رو برداشتند و کمر صنعت شکر، تولید شکر در داخل رو شکستن. و ما میدونیم که پشت سر اون هم صحبت از سلطان شکر ایران شد و غیره، و اسم کسانی مثل آیت الله مکارم شیرازی به میدان به میان اومد که میگن میلیون ها دلار اینا سود بردن از این اقدام آقای احمدی نژاد و شکستن بزرگترین مجتمع صنعتی تولید شکر نه تنها در ایران بلکه در خاورمیانه. این دیگه ربطی به تحریم آمریکا و فشارهای آمریکا و غیره، ترامپ یا اوباما غیره نداره. این نتیجه سیاست‌های نئولیبرال جمهوری اسلامی هست در شکستن در واقع این تولید داخلی و درهای سیاست درهای باز و این فاجعه‌ای که داریم می‌بینیم. از طرف دیگه همونجوری که من گفتم و خودتونم بهتر از من می‌دونید، این سومین دور موج اعتراضات کارگران هست و اینها
به طرز خیلی جالبی همه این مشکلات مدیریت بخش دولتی، مدیریت خصوصی، اختلاس، غارت، همه اینها رو با همدیگه دارن نشون میدن و این ادامه کاریشون و اینکه مسئله مدیریت جدید رو مطرح میکنن و اینکه نظارت کارگران رو مطرح میکنن و اینکه سندیکای خودشون رو که بازسازی کرده بودن حالا به تبدیل دارن میکنن به اینکه به نظارت کارگران باید مطرح بشه و درخواست دولتی کردن رو میکنن اما با نظارت کارگران، یعنی اعتماد به نفس بسیار بالایی رو از خودشون دارن نشون میدن و زیادی هم پیش. سپاسگزارم از بهروز فراهانی، عضو همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران و فرانسه. الکسی ناوالنی مخالف سرشناس دولت روسیه برای درمان به آلمان منتقل شد. آقای ناوالنی از پریروز که حالش بد شد در کما به سر میبرد. نزدیکانش میگویند که او را مسموم کردند. پزشکان بعد از ورود آقای ناوالنی به برلین حال او را باثبات اعلام کردند، هرچند همچنان بیهوش است. تورج عطابکی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام از همین شهر با ما هستند. آقای عطابکی، تا چه اندازه الکسی ناوالنی یک شخصیت مهم و چالش برانگیزه برای ولادیمیر پوتین؟ اجازه بدید بگم که این وکیل دعاوی از 10 سال پیش در سپهر سیاست روسیه درخشیده و یکی از مهمترین مخالفان ریاست جمهوری آقای پوتین به حساب میاد. بیشترین پایگاه اجتماعیش هم شهرهای بزرگ مثل مسکو و سن پیترزبورگ یا شهرهای مثل کازان، اما از اونجا که از این شهرهای بزرگ اگر بگذریم به سختی میشه این داوری رو کرد که ایشون یک گزینه بالفعل در برابر آقای پوتین بتونه باشه. اما کاری که ایشون میکنه یک کارزار بسیار بسیار گسترده مبارزه با فساد که در حقیقت اون قداستی رو که آقای پوتین در پی ایجاد رهبری نیمه فرهمند خودش هستش به زیر سوال میبره و این مطمئنن پسند رفتار آقای پوتین نیست و تلاش میکنه کسانی مثل آقای ناوالنی رو به نوعی به حاشیه ببره. همین امروز یکی از روزنامه‌نگاران به ما میگفت که روس در حقیقت وقتی راجع به فساد حرف میزنیم از بندر ولادیوستوک در شرقی ترین نقطه روسیه بگیرید تا سن پیترزبورگ، مردم با گوشت و پوست و استخونشون این رو لمس کردن. اگر چنینه، چرا آقای ناوالنی تا حالا بعد از این 10 سال نتونسته یک جنبش فراگیر عظیم به راه بندازه؟ ببینید، مبارزه با فساد بر شکل دادن صندوق مبارزه با فساد که آقای ناوالنی ایجاد کرده نمیتونه گزینه سیاسی باشه در برابر آقای پوتین. حزب سیاسی باید وجود داشته باشه تا به بسیج در حقیقت مردم دست بزنه، برنامه سیاسی باید داشته باشه که آقای ناوالنی فقط میخواد مبارزه با فساد بکنه و برای برپایی شرایط بسیار شفاف داره مبارزه میکنه. پوتین و یاران پوتین و حزب واحد روسیه این فرصت رو به هیچ مخالفی نمیدن که به شکل خیلی مطرح خودش رو به طور جدی به عنوان یک گزینه سیاسی در صحنه سیاست روسیه بیاره. فراموش نکنیم که در چند سال گذشته هر کس تلاش کرد که در این راستا گامی ورداره، مثل نمسوف، مثل کسانی دیگه‌ای، به نوعی یا در مسکو با گلوله از پای در آمدن یا اینکه مثل آقای ناوالنی مسموم شدن. بنابراین این در حقیقت اقتدار و انسدادی که آقای پوتین در اونجا ایجاد کرده فرصت رو برای زایش یا پیدایش یک جریان مطرح سیاسی، جدی سیاسی نمیده در روسیه. غیر از آقای نمتسوف که خب به ضرب گلوله کشته شد در نزدیکی کاخ کرملین، افراد متعددی بودند که مسموم شدند. نمونه اخیرش سرگی اسکریپال بود اگر اشتباه نکنم. درست. اگر ثابت بشه، البته هنوز ما نمیدونیم، اگر ثابت بشه که آقای ناوالنی هم مسموم شده، چه پیامدی برای پوتین یا حالا دولت روسیه خواهد داشت؟ ببینید، از یک طرف اشاره کردم که این به هر صورت قتلای از این طرف یا مسموم کردنهایی از این طرف که شما به درستی اشاره کردید برای سرگی اسکریپال بود، پیتر وزیلوف بودش در چند ماه بعد از اون، ما حتی خیلی پیشتر
در اوکراین ویکتور یوشچنکو رو داشتیم که به این بلا مبتلا شد و از این دست. به هر صورت جایگاه امنیتی دولت پوتین رو به زیر سوال میبره. اینکه یکی از مخالفان پوتین مسموم بشه و دولت آلمان هواپیمایی بفرسته تا این شخص مسموم شده رو از روسیه خارج کنن، چون اعتمادی به اون نظام نیست، به هر صورت حیثیتی برای دستگاه امنیتی پوتین باقی نمیذاره، یا حداقل بسیار بسیار این رو لطمه بهش میزنه. اما فراموش نکنیم که این فقط تنها آقای پوتین نیست. آقای پوتین یک شبکه بسیار گسترده‌ای داره مرتبط با حزب واحد روسیه. در حقیقت وقتی که ناولنی میگه که من با دزدان طرفم، فقط آقای پوتین نیست، این شبکه هستش. و فراموش نکنیم وقتی که قتل آقای نمسوف رو ما در فوریه 2015 داشتیم، گفتن سرنخ این قتل به گروزنی پایتخت چچن میرسه، و همون زمان سازمان اطلاعات و امنیت روسیه FSB گفت من مخالف این قتل بودیم. میخوام این رو اشاره کنم که باید به این شبکه گسترده فساد توجه بیشتری بشه. بسیار ممنونم از تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام. برای یک دهه رابطه بدون مشکل با همسایگان در رأس سیاست خارجی حزب اسلامگرای عدالت و توسعه ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان بود، اما امروز ترکیه در عراق، سوریه و لیبی مشغول عملیات نظامی است و کشتی‌های اکتشافی خود را با حمایت نیروی دریایی برای پیدا کردن ذخایر گاز در آب‌های مورد اختلاف شرق مدیترانه مستقر کرده. ژیار گل نگاهی کرده به سیاست‌های ترکیه در منطقه. کشتی‌های جنگی ترکیه در دریای مدیترانه در حرکتند. نیروهای زمینی این کشور در نقاط مختلف منطقه مستقر شدند. کشوری که تا دیروز رابطه بدون مشکل و تنش با همسایگان را تبلیغ می‌کرد، امروز همسایه نیست که با ترکیه مشکل نداشته باشد. در 10-12 سال اول این دولت، سیاست گسترش نفوذ ترکیه در منطقه با قدرت نرم دنبال می‌شد، از راه فعالیت‌های بازرگانی، فرهنگی و یا لغو ویزای سفر به ترکیه و منطقه. اما پس از بهار عربی در سوریه که به جنگ داخلی کشید، ترکیه سیاستش را عوض کرد. دولت تصور می‌کند از راه نظامی زودتر به اهدافش در منطقه می‌رسد. امروز ارتش ترکیه 10 پایگاه نظامی در سوریه، عراق، لیبی و قطر دارد و دهه هاست در شمال قبرس هم حضور نظامی دارد. یکی از بهانه های ترکیه برای اعزام نیرو به عراق و سوریه مبارزه با نیروهای کرد وابسته به PKK بوده است. اما بسیاری می گویند ترکیه اهداف دیگری را دنبال می کند. در سوریه ترکیه مدرسه با زبان ترکی راه می اندازد. سرویس پستی با پرچم ترکیه باز می کند. در مناطق تحت اشغال خود در سوریه سرمایه گذاری بلند مدت می کند. ترکیه فکر می کند این مناطق که زمانی جزء قلمرو عثمانی ها بود باید به ترکیه بازگردد. در کردستان عراق هم ترک ها پایگاه های نظامی زیادی ساختند. فکر نمی کنم اهداف آنها در عراق و سوریه تنها جنگ با PKK باشد، بلکه بهانه ای است برای توسعه مناطق تحت کنترلشان در این منطقه. ترکیه حضور نظامی خود را در شرق دریای مدیترانه گسترش داده. علیرغم تحریم تسلیحاتی لیبی توسط سازمان ملل متحد، ترکیه و چندین قدرت منطقه و جهان به ارسال سلاح به طرف‌های درگیر در این کشور ادامه می‌دهند. روسیه، امارات متحده عربی، اردن و مصر از جنرال حفتر، رهبر دولت شورشیان در شرق حمایت می کنند. ترکیه و قطر هم از دولت مورد حمایت سازمان ملل متحد در غرب لیبی حمایت می کنند. اما چرا این کشورها در لیبی درگیر شدند؟ اصلا چرا مسئله لیبی باید برای جهانیان مهم باشه؟ دلایل زیادی وجود داره. لیبی بزرگترین منابع نفتی آفریقا رو داره و یکی از بازیگران اصلی در بازار گاز طبیعیه. هزاران شبه نظامی سوریه مورد حمایت ترکیه به لیبی فرستاده شدند. ارتش ترکیه در حال ساخت پایگاه‌هایی در این کشور است. حضور ما در لیبی بر اساس توافقنامه دو طرفه با دولت قانونی لیبی است. این با قوانین بین المللی مطابقت دارد. حضور ما ادامه خواهد داشت. با مشاوره نظامی و همکاری با برادرانمان در لیبی تلاش می‌کنیم با آنها کمک کنیم.
نوامبر سال گذشته ترکیه موافقتنامه نظامی و اقتصادی با دولت فیاض سراج در غرب لیبی امضا کرد. ترکیه میگوید این توافق‌ها به این کشور اجازه می‌دهد منطقه انحصاری از ساحل جنوب ترکیه تا ساحل شمال شرق لیبی داشته باشد. برای مقابله با نفوذ ترکیه، مصر و یونان هم اخیراً قراردادی برای تشکیل یک منطقه انحصاری در شرق مدیترانه امضا کردند. بسیاری از جزایر متعلق به یونان در دریای اژه و مدیترانه شرقی به سواحل ترکیه نزدیک هستند. اختلاف بر سر ذخایر گاز و حقوق دریانوردی بارها یونان و ترکیه را تا یک قدمی جنگ برده است. یونان بر محدوده دریایی جزیره میس که 2 کیلومتر با ساحل ترکیه فاصله دارد ادعای مالکیت دارد. میدانید چند کیلومتر با سرزمین اصلی یونان فاصله دارد؟ 580 کیلومتر. هیچ عقل سلیمی نمیتواند این را توجیه کند. هفته گذشته ترکیه کشتی اکتشافی اروج رئیس را برای حفاری‌های تجسسی عازم شرق دریای مدیترانه کرد. 5 ناو نیروی دریایی ترکیه این کشتی را اسکورت می‌کنند. گروهی در آنکارا فکر می‌کنند سیاست استفاده از شیوه‌های نظامی جواب داده و قدرت‌های منطقه را وادار کرده که ترکیه را جدی بگیرند. به باور این گروه عملیات ارتش ترکیه در منطقه این فرضیه را ثابت کرده. اتحادیه اروپا از ترکیه خواسته فوراً فعالیت‌های تجسسی برای گاز را در آب‌های مورد اختلاف با یونان و قبرس متوقف کند. فرانسه برای حمایت از یونان و قبرس ناوگان نظامی خود را در شرق مدیترانه تقویت کرده است. یونان هم چندین ناو جنگی به این منطقه فرستاده و خواهان خروج سریع کشتی‌های ترکیه از آب‌های این منطقه است. ترکیه یکی از کشورهای عضو ناتو است. حملات چند سال گذشته ارتش این کشور به نیروهای کرد متحد آمریکا در سوریه بسیاری از متحدان این کشور در ناتو را به خشم آورد. تسلیم شدن در مقابل اردوغان آخرین کاری بود که می کردم. ترامپ در مسئله کردها تسلیم شد. همت می خواهد که متحدانمان را در منطقه دور هم جمع کنیم و راه های انزوای رفتار او را در منطقه بررسی کنیم. به خصوص در شرق دریای مدیترانه به خاطر نفت و سایر مسائل. روز به روز شکاف بین ترکیه و متحدان غربیش بیشتر می شود. ماه گذشته رجب طیب اردوغان موزه آیه صوفیه استانبول را دوباره به مسجد تغییر داد. کلیسایی که توسط عثمانی ها به مسجد تبدیل شده بود. این حرکتی نمادین برای بازگشت به سیاست پشت کردن به غرب و سکولاریسم توسط اردوغان بود. او می‌خواهد بگوید ترکیه همانقدر از ناسیونالیسم ترک دفاع می‌کند که از اسلام دفاع می‌کند. فتح سوداسن سلطان محمدین رجب طیب اردوغان می‌خواهد تصویری قدرتمند و اسلامی از ترکیه نشان دهد. بسیاری از منتقدانش میگویند او به دنبال احیای قدرت و نفوذ عثمانی ها در منطقه است. ژیورگول، بی بی سی. تا به حال دست کم 6 نفر در آتش سوزی های کم سابقه ایالت کالیفرنیای آمریکا کشته شدند. وسعت این آتش سوزی ها و شروع زود هنگام آنها برای خیلی ها غافل گیر کننده بود و باعث شد مقام های این ایالت نسبت به خطر و عواقب گرمتر شدن کره زمین هشدار بدهند. صدها آتش نشان از ایالت ها و کشورهای دیگر به کمک همکاران خود در کالیفرنیا شتافتند. سیاوش اردلان گزارش میدهد. این تصاویر شاید به شما تصوری از شدت و حدت آتش‌سوزی‌های کالیفرنیا به دست دهد و لحظات وحشت‌آور گرفتار شدن در میانه آتش را تداعی کند. اما برای تصور ابعاد این آتش‌سوزی در نظر بگیرید که بیش از 7000 کیلومتر مربع از ایالت کالیفرنیا در آتش است. مساحت استان البرز در ایران نزدیک به 6000 کیلومتر مربع است. کالیفرنیا با این صحنه‌های آخرالزمانی ناآشنا نیست، اما امسال شدت حریق کم سابقه بود، مخصوصاً که زودتر از موعد معمول شروع شده. اصطلاحاً به حریق‌های امروز در کالیفرنیا
آتش سوزی های سه عاملی لقب دادند. عامل اول طوفان هایی است که باعث اصابت نزدیک به 12,000 صاعقه در 4 روز گذشته به جنگل های کالیفرنیا شده. عامل دوم موج گرمای رکوردشکنی است که هفته گذشته نقاطی از کالیفرنیا را به 56 درجه سانتیگراد رساند. و عامل سوم وزش بادهای شدیدی است که خود آتش سوزی تولید می کند و می تواند زبانه ها را به هر سو ببرد. ببینید در اینجا چگونه یک گردباد در دل آتش ایجاد شده. همه اینها برای دانشمندان و متخصصان به روند گرمتر شدن کره زمین و بحران اقلیمی باز می‌گردد. تغییر اقلیم حقیقت داره. اگه تغییر اقلیم رو باور ندارید به کالیفرنیا بیاید. این لحظه مهمی در تاریخ ماست. امروز طبیعت با ما حرف میزنه. وقت اونه که ما هم به حرف طبیعت گوش کنیم. که نه تنها تغییر اقلیم را رد می‌کند، بلکه به جای ابراز همدردی با کالیفرنیا، مقامات این ایالت را به قطع کمک‌های فدرال تهدید کرد. بازم کالیفرنیا آتیش گرفت. شاید اصلا باید مجبورشون کنیم خودشون پولشو بدن. برای اینکه هرچی بهشون میگیم گوش نمی‌کنن. بهشون میگیم یه ذره کف جنگل رو از این برگ‌های خشک پاک کنید، چوب درختار رو جمع کنید. برای بعضی آمریکایی‌ها خشم طبیعت به بحثی سیاسی بدل شده. برای بعضی غیر آمریکایی‌ها مثل این کارگران مهاجر چیزی عوض نشده و نیروی کار ارزان آنها این روزها به قوت خود باقی است. اما ماهیت کار آتش نشانها امروز از جنس دیگری است. ده ها نفر از آنها تاکنون زخمی شدند. از ایالت ها و حتی کشورهای دیگر نیروهای کمکی در راهند. حتی از زندانیان نیز به رغم بحث های اخلاقی حول این موضوع برای فرو نشاندن آتش استفاده شده. کالیفرنیا پنجمین اقتصاد بزرگ دنیاست. اما وقتی آتش به مناطق مسکونی میرسد و حتی تا 1 کیلومتری دانشگاه سانتا کروز گسترش مییابد، این عناوین شاید چندان کاربردی نداشته باشد. جز به تصویر کشیدن خشم طبیعت برای انسانهایی که حاضر نیستند از سبک زندگی هایی که شرایط آتش سوزی را فراهم میکند دست بردارند. سیاوش اردلان، بی بی سی. این برنامه و برنامه‌های قبلی ما روی وبسایت بی بی سی فارسی در دسترسه و همینطور میتونید با مراجعه به کانال یوتیوب ما این رو ببینید. ممنونم از همراهی شما. تا دیداری دوباره.